الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی نور عرض سلام و ادب دارم. اکنون در مجموع برنامه های معرفی اهل حدیث و کتاب اهل حدیث، کتاب های اهل حدیث به امام ابن ماجه رسیدیم و کتابش سنن. امام ابن ماجه کنیش ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه ربعی القزوینی، اهل قزوین، صاحب کتاب سنن و کتابهای دیگر. ماجه لقب پدرش است، نه پدر بزرگش، همچنان که در کتاب القاموس بیان کرده و ابن کثیرم از در بدایه و نهایه از ابن الاسیر این چنین نقل کرده است. در هر صورت امام ابن ماجه رحمه الله اهل قزوین است و این هم یکی دیگر از افتخارات ایران زمین است که چنین بزرگوارانی داشتند. از امام مسلم و ابن ماجه و دیگر بزرگان را گرفته و در اصل تمام کتب سته اگر بگویم همه در منطقه خراسان، خراسان قدیم و ایران قدیم بودند و این هم یک افتخار بسیار بزرگی است برای ما ایرانیان و برای تمام اهل اسلام. امام ابن ماجه رحمه الله در سال 209 هجری متولد شده و در سال 273 هجری فوت کرده. در یعنی شهر در ماه رمضان، هنگامی که 8 روز از ماه رمضان مونده بود در همون سال 273 و برادرش ابوبکر بر او نماز جنازه ادا کرد و دو برادرش ابوبکر و عبدالله و فرزندش عبدالله او را دفن کردند. حالا ببینیم نشأت او و مسافرتهایش برای طلب علم. امام ابن ماجه در همون اوائل نشأتش بسیار علاقمند بود به علم و به دست آوردن معرفت و بسیار مخصوصا به حدیث علاقمند بود و به روایت آن. به همین خاطر در راه حدیث و جمع‌آوری حدیث مسافرت ها را شروع نمود و سرزمین های زیادی را بالاخره در نوردید، به طرف عراق، حجاز، شام، مصر، کوفه، بصره
بغير از آن از دیگر شهرهای منطقه مسافرت کرد و شیوخ و اساتید بسیاری را ملاقات نمود و با آنان مذاکره و مناظره کرد و از آنها علم و دانش دریافت کرد و از شاگردان امام مالک و لیس علم را دریافت نمود رحمهم الله جميعا، تا اینکه خودش به یکی از ائمه و پیشوایان حدیث تبدیل شد. امام ابن ماجه از ابو بکر ابن ابی شیبه و محمد ابن عبدالله ابن نمیر و هشام ابن عمار و محمد ابن رمح و احمد ابن الازهر و بشر ابن آدم و غیر از آن از بزرگان علما احادیث را شنیده است و محمد ابن عیسای ابهری و ابو الحسن قطان و سلیمان ابن یزید قزوینی و ابن سیبویه و اسحاق ابن محمد و غیر آنان از او علم دریافت کرده اند و حدیث شنیده اند. اکنون ببینیم دانشمندان و علمایان در مورد این بزرگ مرد چه می فرمایند. امام ابو یعلای خلیلی قزوینی می فرماید ابن ماجه ثقه کبیر متفق علیه، می فرماید مردی است ثقه، مولد اعتماد، حافظه قوی، عدالت کامل و بزرگوار به اتفاق همه. کسی نگفته که امام ابن ماجه در این دو زمینه اشکالی دارد و به او استدلال می شود، یعنی اگر حدیثی را روایت کرد اعتبار دارد، پس او معرفت و شناخت دارد، علم دارد و حافظه خوبی دارد. و امام ذهبی در تذکرة الحفاظ او را به عنوان حافظ کبیر و مفسر و صاحب سنن تعریف و تمجید می کند و محدث آن سرزمینی که در آن زیسته نام می برد. و امام و حافظ ناقد ابن کثیر در بدایه و نهایه خود می فرماید محمد ابن یزید ابن ماجه صاحب کتاب السنن المشهوره، که صاحب سنن مشهور است، و هی دالت على عمله و علمه، و این کتاب بزرگ دلیل بر علم او و عمل او و کردار او و تبحر او و اطلاع او و پیروی او از سنت در اصول و فروع است. اکنون ببینیم این بزرگ مرد دارای چه کتاب هایی است. او دارای کتاب سنن، همون سننی که الان داریم در موردش بحث میکنیم، همین کتاب بزرگ سنن ابن ماجه، همین کتاب بزرگ سنن ابن ماجه دارای این کتاب بزرگ است، دارای تفسیر قرآن است که تفسیری است پر، همچنان که امام ابن کثیر بیان میکند، یعنی مملو از علم. کتاب تاریخ دارد که از عصر صحابه تا عصری که خود در آن زیسته است. سنن ابن ماجه یکی از بزرگترین کتابهای حدیث است و یکی از جاودانه ترین کتابهای حدیث است در زمان. و امام ابن ماجه با کتابش شناخته می شود و به او مشهور است و این کتاب را به گونه ترتیب نموده بر اساس کتاب و ابواب. مثلا اینجا نوشته کتاب الزکات، در زیر کتاب الزکات فرموده باب و فرض الزکاتی، باب و فرض الزکاتی، بعد از باب فرموده باب و ما جاء فی منع الزکاتی، در مورد منع الزکات. مثلا اینجوری کتابش را ترتیب کرده بر اساس کتاب و ابواب، کتاب الصلاة باب فلان، کتاب الزکات باب فلان، کتاب الحج باب فلان، اینجوری کتاب را تنظیم نموده. و اولین بحث کتابش نوشته باب اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بابی است در مورد
پیروی نمودن از سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در آن احادیث فراوان و با ارزشی در این زمینه جمع‌آوری کرده است، احادیث صحیح. ظاهرا در این قسمت یک حدیث ضعیف در آن وجود ندارد، همش صحیح است ما شاء الله. و در باب دوم، باب تعظیم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و التغلیظ علی من عارضه، مثلا باسه حدیث رسول خدا میکند و تغلیظ یعنی شدت گرفتن بر کسی که مخالف حدیث باشد. و اولین حدیثی که آورده این حدیثی است، میفرماید حدثنا ابو بکر بن ابی شیبه، که ما گفتیم یکی از اساتید او ابو بکر بن ابو شیبه بوده که هم امام بخاری هم مسلم هم از اون حدیث روایت میکنند. میگه ابو بکر بن ابی شیبه برای ما روایت نمود، اون هم میگوید زید بن حباب، اون هم میگوید معاویه بن صالح، اون هم میگوید حسن بن جابر، اون هم میگوید مقدام بن معدی کریبه کندی که صحابه بزرگوار رسول خداست. میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، دوست داره من حدیث ابو خونم، میفرماید یوشک الرجل متکئا على اریکته یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا و بینکم کتاب الله، فیقول بیننا و بینکم کتاب الله، کتاب الله عز و جل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. این حدیث حدیث صحیحی است که تمام راویان آن ثقه و معتبرند. میفرماید نزدیک است زمانی پیش بیاید که یک شخصی بر تخت خود، بر مبل خود، بر اریکه خود تکیه زند و یک حدیثی از احادیث من برای او خوانده شود، بعدن بگوید ولمون کن دیگه حدیث برای ما نخون، بین من و شما کتاب خداست، کاری به حدیث نداریم، هرچی در کتاب خدا دیدیم از حلال میگیم حلال است، هرچی در کتاب خدا دیدیم از حرام میگیم حرام است. بعدا میفرماید رسول خدا چنین تصوری کار اشتباهی است، الا و انما حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل ما حرم الله، همون چیزی که رسول خدا حرام می کند دقیقا مثل چیزی است که خدا حرام کرده، فرق نمی کند. در نتیجه باید آنچنان که پیروی از کتاب خدا می کنید به همان صورت پیروی از سنت رسول خدا بکنید، که در دو مقدمه اول این برنامه ها دو قسمت اولش در این مورد صحبت کردیم که استدلال های ما بیشتر به قرآن بود، به کتاب خدا بود و از حدیث کمتر استفاده کردیم، ولی این احادیث می تواند دلائل قویی باشد برای اون مطالب. و این دیگه قوی ترین، یکی از قوی ترین دلیل بر این است که حدیث صحیح رسول خدا صلی الله علیه و سلم گاهی احکامی را میارد که در قرآن نیست و باید پذیریم، مخالفتی با قرآن ندارد. در قرآن خدا فرموده و ان تجمع بین الاختین، یعنی این که انسان زنی را بگیرد و خواهرش را بگیرد حرام است این دو تا جمع کنید، ولی در حدیث اومده میگه زنی اگر گرفتی نمیتونی عمهش را بگیری، نمیتونی خالهش را بگیری. این دوتا در حدیث اومده، در قرآن نیومده. پس گاهی در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم این چنین احکامی میآید که در اون بوده. این فقط از هدفم این بود که بیان کنم که امام ابن ماجه این کتاب بزرگش چگونه شروع کرده و چگونه ترتیبش کرده، که خیلی ترتیب زیبا و قشنگی دارد. یعنی امام سنن ابن ماجه یکی از این کتاب هاییست که واقعا ترتیب قشنگ و زیبایی دارد که بعدا بیان خواهیم کرد. پس امام ابن ماجه این کتاب را ترتیب نموده با یک ترتیب فقهی، وقد احسن و اجاد، و واقعا درست این کار را انجام داده، خیلی قشنگ است. بدءا کتاب بباب اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، همچنان که حدیثی از آن برای شما خوندم که کتابش را این چنین شروع کرده، بابی به اسم پیروی نمودن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. میتونیم از این باب اولش یک حدیث را
بخونم. که میفرماید دوباره میگه حدثنا ابو بکر بن ابی شیبه، ابو بکر بن ابی شیبه، دوباره اونم میگوید شریک، اونم میگوید اعمش، اونم از ابو صالح، اونم از ابو هريره رضی الله عنه روایت میکنند. فما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. میگه اگر من به شما را به چیزی دستور دادم آن را بگیرید و اگر شما را از کاری نهی کردم از آن پرهیز کنید. البته در حدیث دیگری وجود دارد، این حدیث تا همین قسمتش فرمونده که اینم حدیث صحیح است، در حدیث دیگری میفرماید میگه ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، به هر چی شما را دستور دادم آن را انجام دهید در حدی که توان دارید. همچنان که خدا میفرماید اتقوا الله ما استطعتم، تقوای خدا را پیشه کنید تا می توانید در حد توان. اما وقتی که میفرماید ما اگر شما را از شما از کاری نهی کردم فانتهو، دیگه رهایش کنید، نگفته فانتهو ان استطعتم، اگر توانستید از آن دوری کنید، اینجوری نفرموده. بله بله، همون حدیث دومش همین بود که من آوردم، میفرماید ذرونی ما ترکتکم، منو رها کنید، دیگه وقتی که من چیزی نگفتم شما هم چیزی نگویید. فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبیائهم، امتان قبل شما به دلیل این گمراه شدن که سوال میکردن از انبیایشون بعدا حرفشون نمیپذیرفتن. فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، اگر شما را به چیزی دستور دادم آن را بگیرید در حدی که توان دارید. و اذا نهیتکم عن شیء فانتهوا، اگر از چیزی شما را منع کردم دیگر رهایش کنید، دنبالش نرید. برای نهی گفته انجام ندهید، نگفته اگر توانستی انجام، چون انجام ندادن توان نمیخواه، نکن. اما انجام دادن توان میخواه، اگر تونستی انجام بده، اگر تونستی حج کن، اگر تونستی نماز بخون، اگر تونستی استاده نماز بخون، اگر نتونستی نشسته، اگر نتونستی خوابیده، اگر نتونستی با قلب، بالاخره برای انجام دادن عمل توان لازم است. همون چنان که خداوند متعال میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اگر رسول خدا به شما دستوری داد و ما آتاکم، هر چیزی برای شما آورد آن را بگیرید، و ما نهاکم عنه، از چیزی که شما را نهی کرد از آن دوری کنید و پرهیز کنید، یه انجام ندهید. این چنین امام ابن ماجه کتابش را شروع نموده. حالا ببینیم منزلت و جایگاه این کتاب در چه حدی است و در چه رتبه‌ای و در چه مرتبه‌ای است. علما اومده اند کتب حدیث را و سرچشمه های آن را، یعنی بعضی از علما گفتند پنج تا کتاب هستند، یکی بخاری، دوم مسلم، سوم ابو داود، چهارم سنن نسائی، پنجم سنن ترمذی. دیگه سنن امام ابن ماجه را در آن قرار ندادند، گفتند کتب خمسه. و بعضی ها دیگر اومدن گفتند نه، سنن ابن ماجه جز این کتب های سرچشمه های اصلی هستند، یعنی باید گفت سنن ابن ماجه هم. و اول من عدها سادس سته الحافظ ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسی، اولین کسی که سنن ابن ماجه را در ردیف کتب سته قرار داد ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسی، متوفای سال 507 هجری، اول قرن ششم، در کتاب خودش اطراف الكتب السته، و در کتاب به اسم رسالته شروط الائمه السته، که من این مطلب را برای شما شروط ائمه سته در قسم صحیح بخاری برای شما بیان کردم که ائمه سته چه شرایطی داشتن برای قبول حدیث از راویان. بعد از آن امام عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی متوفای سال 600 هجری در کتاب خودش الاکمال فی اسماء الرجال، و بعد از اون دیگه بسیاری از متأخرین همون روش را اتخاذ کردند. الان مطلب این است که میگن پس چرا، یعنی سنن ابن ماجه از موطأ مالک هم قوی تر است؟
چرا موطأ امام مالک را جز این کتب سته قرار نداده اند؟ هرچند بعد از اینم انشاءالله امام سنن موطأ امام مالک را بحث خواهیم کرد، در مورد اونم سخن خواهیم گفت. می فرماید به دلیل این که در حالی که میگه موطأ مالک از سنن ابن ماجه صحیح تر است و قوی تر است، به دلیل چی؟ همچنان که امام شافعی می فرماید دیگه قوی تر از صحیح از موطأ نداریم، چون قبل از اون دیگه کتابی وجود نداشته، در زمان اون کتاب ها نبودن. اصح الکتاب بعد کتاب الله موطأ امام مالک بودن. میفرماید به دلیل این که سنن ابن ماجه احادیث بیشتری دارد که در بقیه کتب وجود ندارد، به همین دلیل سنن ابن ماجه را جزء کتاب ششم قرار دادند. اما موطأ امام مالک بیشتر حدیثایش در این کتاب ها وجود دارد، در صحیح بخاری و مسلم و بقیه کتاب وجود دارد، دیگه نیازی نبود اولا در ردیف آنان قرار دهند، وگرنه از نظر اعتبار اون اول است و اون سابق است و اعتبارش مثل آنان است و اگر بالاتر نباشد، و از اگر بخاری و مسلم بالاتر نیست، از بقیه سنن بالاتر است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. و بعضی از علماء اومدن گفتن آقا کتاب امام مالک را جزء کتب سته قرار داده اند، و اولین کسی که این کارو انجام داده ابو الحسن احمد بن رزین عبدلی سرقسطی که متوفای سال 535 هجری می باشد، در کتاب خودش به اسم التجرید فی الجمع بین الصحاح. و ابو سعادات مجد الدین ابن الاثیر جزری الشافعی که متوفای سال 606 هجری است، اون هم بر همون روش حرکت کرده. و همچنین امام زبیدی متوفای سال 944 بر این منوال حرکت کرده در کتاب تیسیر الوصول. و حقیقتش هم این است که موطا درجهش از سنن ابن ماجه بالاتر است. درجه احادیث سنن ببینیم، احادیث ابن ماجه در چه حدی است. سنن ابن ماجه در آن حدیث صحیح وجود دارد که بیشترش اینجوریه، و حدیث حسن وجود دارد و حدیث ضعیف وجود دارد، حتی حدیث منکر و موضوع هم در سنن ابن ماجه موجود هست. و هی بالنسبه لکتب السنن الاخرى مختلفه عنها. پس اما حدیث سنن ابن ماجه نسبت به بقیه کتاب های سنت، یعنی کتاب های سنن اربعه مثل با توج به نسبت به سنن نسائی، ابو داود، ترمیزی، احادیث ضعیف بیشتری دارد، و به اتفاق همه احادیثی داره که موضوع از ولی خیلی کمن. حافظ مزی می فرماید ان كل من فرد ابن ماجه عن الخمسه فهو ضعيف، اما ان كلام دقیقی نیست. می فرماید هر حدیثی که ابن ماجه تنها خودش آورده و یک هیچ کدوم از ائمه دیگر نیاوردن، اون حدیث ضعیف است. اما این حدیث، این قول علما این قول را قبول نکرده اند و گفتن این چنین نیست، قطعا احادیث زیادی فراوانی وجود دارد که در بقیه کتبم نیست و صحیح هم هست. همچنان که امام ابن حجر عسقلانی این چنین می فرماید و این چنین دفاع از سنن ابن ماجه می نماید. و امام شهاب الدین بوصری که متوفای سال 840 است، کتابی را تألیف می نماید به اسم مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة. مصباح الزجاجة في سنن ابن في زوائد ابن ماجة، يعني أمد أحاديثك در بقية كتب الستة وجود دارت إن جمع ولي كده تكلم فيه على كل حديث، در مولد تمام أن أحاديثي كده لنجا وجود دارت سخن قفته و حكمي كشايسته آن باشد بر آن داده، آیا صحیح است یا حسن است یا ضعیف است یا موضوع است.
Ve inkari ki İmam-ı Busiri encam داده کاملا کلام امام مزی را رد می کند و رأی امام ابن حجر را تأیید می کند. یعنی امام مزی گفت هر حدیث ابن ماجه آورد دیگه اگر یعنی در بقیه کتب نباشه ضعیف است، نه اینجوری نبوده و امام ابن حجر میگه نه خیلی اینجوری نیست. ولی شکی نیست که مرتبه سنن ابن ماجه پایین تر از بقیه کتب سنت است، یعنی از این چهار کتاب سنن دیگه نسبت به بخاری و مسلم مقایسهش نمی کنیم، اونا دیگه درجهشون بالاست. چون به دلیل اینکه احادیث ضعیف بیشتری در این وجود دارد. احادیثی که در سنن ابن ماجه بر آن ایراد گرفته شده، ببینیم چی ها هستند. بعضی از اهل علم بر امام ابن ماجه نقد گرفتند که او می آید احادیث را از راویانی نقل می کند که متهم به دروغ هستند و اینکه بعضی از احادیث ضعیف را از این دروغگویان نقل کرده است. مثلا یکی از این علمایان که ایراد گرفتند و خود ده گرفتند از ابن ماجه، امام ابو الفلج ابن الجوزی است که گفتیم برای بقیه هم از دستش بالاخره سالم نبودند. میگوید 30 حدیث را در سنن ابن ماجه نقد کرده و میگه این 30 حدیث حدیثای موضوعی هستند. شما نگاه کن، باز هم چیز خیلی کمی است. یعنی امام ابن الجوزی با این همه سختگیری که می کند یا با این همه تساهلی که نسبت به موضوع بودن حدیث انجام می دهد، میاد در مجموع این احادیث فقط میگه 30 تاش مثلا موضوع بوده. چند تا حدیث دارد؟ 4341 حدیث. 4341 حدیث، یعنی اون 41ش هم نه، 30 حدیثش، یعنی 4311 حدیثش، بله، موضوع نیستند. در نتیجه احادیثی که بر آنان ایراد گرفته شده خیلی کم هستند. دیگه گفتیم از متشددترین عالم که اومده احادیث موضوع را پیدا کرده بیشتر از 30 تا در اون پیدا نکرده است، که این 30 تا هم باز جای حرف است که آیا واقعا 30 تا کلا موضوعا یا اینکه اینجوری نیست. میفرماید پس این تعداد از احادیثی که امام ابن الجوزی گفته موضوع هستند، بقیه اهل علم بر او موافق نیستند، موافق او نیستند. یعنی تعدادی از آن جان سالم را بدر می برند. در هر صورت هرچی باشد احادیث موضوعی که در آن وجود دارد گفتیم تعدادش بسیار کم و ناچیز است بر احادیثی که بیشتر از 4000 حدیث در آن وجود دارد. پس این مطلب هرگز از ارزش این کتاب پایین نمی آرد. در هر صورت به این نتیجه می رسیم که با توجه به این که امام ابن ماجه بیشترین احادیث ضعیف دارد نسبت به بقیه کتاب سنن و حتی بیشترین ایرادی از او گرفته شده نسبت به اینکه تعداد احادیث موضوعش از بقیه کتب بیشتر است، که گفتیم 30 تا گفتن موضوع است، به همین دلیل باید کسی که این کتاب را میخواند اینجوری نگاه نکند که هر چی دارد صحیح است، بلکه با دقت اگر حدیثی فقط امام ابن ماجه آن را آورده بود تحقیق کند، ببینه بقیه اهل علم در مورد این حدیث چی گفتند و تا اینکه در صحت آن به نتیجه نرسد از آن احکام نگیرد. این عقیده اهل سنت است. هیچ کتابی بدون بررسی و تحقیق در واقع نگذشته، باید همه فیلتر شوند. تمام کتب سنت فیلتر شده اند، از بخاری گرفته تا ابن ماجه و تا هر کتاب دیگری. حالا یکی دیگر از ویژگی های این کتاب امام ابن ماجه این است که بعضی احادیثش به حدی سندش بالاست و علو سند دارد که در بین او و رسول خدا 3 شخص وجود دارد، 3 تا راوی وجود دارد، با نفر 3 نفر به رسول خدا میرسد صلی الله علیه و سلم. این نشانه علو سند امام ابن ماجه هست.
حالا ببینیم این کتاب چقدر خدمت شده و تا چه اندازه به آن خدمت کردند. امام جلال الدین سیوطی متوفای 911 کتابی را شرحی را بر آن نوشته به اسم مصباح الزجاجه علی سنن ابن ماجه، که این هم بر طریقی یعنی بر بقیه روشش همون روش بوده که در بقیه کتب سته، شش کتب دیگر حرکت کرده برای شرحش، یعنی خیلی مفصل نبوده است. بله اون چیز دیگری بود، کتاب شخص دیگری بود. کتاب دوم شرح بله کتاب دوم شرح شیخ السندی، کتاب دوم شرح الشیخ سندی المدنی که متوفای سال 1138 هجری می باشد. این هم شرح کوتاهی است که در آن سعی کردم چیزهای مهم آن را شرح کند. اینم به صورت مختصر مطالب بود در مورد کتاب امام ابن ماجه. و یک نفر دیگری که این کتاب را خدمت کرده شیخ ناصرالدین آلبانی است رحمه الله، که اومده این کتاب را همچنان که گفتیم برای بقیه کتب خدمت فراوانی کرده، این کتاب را آمده صحیح و ضعیفش را جدا کرده، که این کتابی که در جلوی دست من است احادیث صحیح و ضعیفش جدا شده. مثلا یکی از این احادیث که الان من بس کردم، یکی از موضوعاتش این در این صفحه دو تا موضوع دارد. میگه مثلا حدیثی اومده میفرماید من قام لیلت العیدین محتسبا لله لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. میگه کسی که دو شب دعید، یعنی شب دعید، عید قربان و عید رمضان بلند شود و شب زنده داری کند به قصد پاداش، اون کس قلبش نمی میرد در روزی که قلب ها می میرن. این حدیث موضوع است، یکی از موضوعات این حدیث است، این کتاب است. یا مثلا این حدیث که مثلا می فرماید حدیث دیگری المعتکف یتبع الجنازه و یعود المریض، میگه اون کسی که اعتکاف کرده می تواند اگر تشیع جنازه پیش اومد تشیع جنازه کند و می تواند مریضم را عیادت کند. این حدیث هم یکی از احادیث موضوع است با توجه به اینکه از طریق اشخاص کذابی روایت شده است مثلا. و دیگه این شیخ آلبانی نگاه میکنه این کتاب را بالاخره تحقیق کرده و بیشتر آن 90% احادیث صحیحی هستند یا حسنن، و تعداد کمی هم احادیث ضعیفی هستند و تعداد بسیار کمی موضوع هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از پروردگار متعال می خواهم که ما را یاری دهد باز هم از این کتاب پر ارزش و ارزشمندم استفاده وافری ببریم، که واقعا از این همه خیری که در این کتاب و کتابهای دیگر هست نهفته است بهرمند شویم و محروم نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.